مسلمونی، دوست مسلمونی که صحبت کتاب مقدس رو میکنی، یکی از اولین عکس العملش که آقا این کتاب تعریف شده به درد نمیخوره بذار کنار. آیا واقعا این خود ادعای قرآن هست؟ آیا مسئله تحریف ادعای خود قرآن هست یا نه؟ و بنده و خیلی های دیگه عقیده داریم که نه، این ادعای خود قرآن نیست و میخواییم به یه سری آیات نگاه بکنیم با هم دیگه که قرآن، صحبت قرآن درباره کتاب مقدس چی هست و این مسئله تحریف، از این داستان تحریف چطوری توی اسلام شکل گرفته و امروزه به ما رسیده. خیلی خوب، پس این صحبت امروزمون هست. ما خیلی آیات زیادی هست، من بذار به عنوان کسی که میخوام عزیزان حرفای ما رو گم نکنن، گیج نشن، بذار خلاصه رو من بگم اول، بعد از شما خواهش میکنم یه سری آیات کلیدی، آیات خیلی زیاده، ما چند ساعت فقط میتونیم آیه قرآن رو تو این برنامه بخونیم درباره کتاب مقدس و موضوع کتاب مقدس، تورات و انجیل، ولی اجازه بدید که من موضوع رو کلاس شده مطرح بکنم و بعد میریم سر آیات خود قرآن. قرآن بارها و بارها گفته که خدا تورات رو فرستاد، خدا مزبور رو فرستاد به داوود، خدا انجیل رو به عیسی داد و اینها کلام خدا هستن. بارها بارها تو قرآن اومده که تورات و انجیل نور خداست، هدایت خداست، رحمت خداست و برای همه بشریت این کلام اومده. بارها و بارها تو قرآن آیه اومده که خود قرآن اومده در تأیید همین کتب، یعنی در زمانهای گذشته خدا پیغمبرهای مختلف با کتب آسمانی رو به گروه اقوام مختلف فرستاد، حالا خدا از طریق محمد به زبان عربی قرآن رو برای این قوم، ولی در تأیید و ادامه همون کتب آسمانی است. این یک نکته دیگه است که توی قرآن میبینیم. قرآن به خود پیغمبر میگه اگر در شکی از این چیزی که ما به تو گفتیم برو و با اهل کتاب چک بکن. قرآن بارها میگه که نه تنها تورات و انجیل کلام خداست، بلکه و قرآن هم ادعا میکنه که خودش هم کلام خداست، و بلکه بارها میگه که هیچ کس هم نمیتونه کلام خدا رو عوض بکنه و تغییر بده در کلام خدا. این یک ادعای دیگه قرآن. و بعد در آخر قرآن میگه که به مسیحیا و یهودیا باید روی کلام خدا که برای شما فرستاده شده واستید و به اون حکم بکنید. کلام خدا برای شما اومده و باید بر اساس اون شما بایستید و داوری بکنید. پس خود قرآن میبینیم که بسیار بسیار مثبت صحبت میکنه درباره کتب آسمانی. حالا یه نفر شاید اینجا بخواد مچ منو بگیره که آقا شما مسیحی هستید، شما چطوری دارید از قرآن استفاده میکنید برای حقانیت کتاب مقدس؟ بنده اگه تو آمریکا یه آمریکایی از من بپرسه تو از کجا میدونی کتاب مقدس کلام خداست، بنده از قرآن استفاده نمیکنم. ولی داریم به دوست مسلمون این رو میگیم که دوست عزیز، توی که ادعا داری کتاب مقدس تحریف شده، این ادعا تناقض داره با ادعایی که کتاب آسمانی که تو بهش ایمان داری میکنه درباره کتاب مقدس. این نکته خیلی مهمیه. من مسیحی از قرآن نمیخوام استفاده بکنم که انجیل رو تایید بکنم. من مسیحی دارم به دوست مسلمون میگم که توی که اعتراض داری این کتاب من، این اعتراض از کتاب خودت نیست، این اعتراض در طول تاریخ شده. کتاب خودت خیلی مثبت صحبت میکنه درباره انجیل، درباره تورات. مثلا بنده تو آمریکای آمریکایی بگه که من ایمان ندارم که مسیح از باکره به دنیا آمده یا معجزه کرده، خب دلایلی که من واسه اون آمریکایی میارم، هیچ وقت نمیرم بگم که قرآن، تو قرآن این داستان اومده باید باور کنی، نه. ولی اگه یه مسلمون به من بگه من مسلمونم، قرآن رو قبول دارم ولی عقیده ندارم که مسیح از یه باکره به دنیا آمده یا معجزه کرده، جواب بنده چیه؟ مراجعه به انجیل مریم، به سوره مریم. بله، نه، میگم که بله، تو خود قرآن شما اینا تایید شده، پس تو نمیتونی بگی هم من مسلمونم هم عقیده ندارم به این حقایق زندگی مسیح. پس ادعای ما اینجا اینه که قبل از اینکه وارد مسائل اختلافات قرآن و کتاب مقدس بشیم، میخوایم اول ببینیم که آیا این ادعای خود قرآنه که کتاب مقدس تحریف شده یا این ادعای خود قرآن نیست. خود قرآن چقدر مثبت داره درباره کتاب مقدس صحبت میکنه. پس این آیاتی که حالا میخوام شما لطف کنید دیگه، من یه مقدار زیادی حرف زدم، شما لطف کنید و یه سری خلاصه بگیم. این کتاب مقدس یه سری خلاصه بگیم که آیاتی که مثلا آیه‌ای که قرآن میگه که تورات از طرف خداست، نور خداست، هدایت خداست، رحمت خداست و برای همه انسان هاست، نه فقط برای قوم یهود.
سوره بقره که سوره دوم از سوره های قرآن هست، آیه 136 میخواد از روش بخونم. هرچی خودتون میخوای. میگه فرقی بین موسی، عیسی و سایرین نگذاریم. اجازه بدید خود سوره مراجعه کنیم. سوره بقره هست، آیه 136 رو براتون میگم. بگویید ما ایمان به خدا و به آنچه بر ما از طریق پیامبر نازل شد و به آنچه بر پیغمبران گذشته، چون ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و فرزندان او و موسی و عیسی فرستادن و به همه آنچه پیغمبران از جانب خدا آوردند و میان هیچ یک از پیغمبران فرق نگذاریم و به هر چه از جانب خدا است گرویده و تسلیم فرمان او هستیم. در ادامه در بقره آیه 285 که باز هم دومین سوره هست با همین موضوع هست. سوره پنجم سوره مائده هست، اگر اجازه بدید من اونجا با این موضوع میخونم. ایمان داشتن مسلمانان به کتب تورات و انجیل. اوکی، اینو بذار مائده رو بذار آخر بخونیم. ادامه بده درباره آیات دیگه، آیاتی رو واسمون مطرح بکن. این مائده رو من میخوام در آخر با هم بخونیم. پس اجازه بدید از نساء بخونم. آیه سوره چهارم هست، آیه 136 میگه هر کی به کتاب آسمانی تورات انجیل کافر شود سخت به گمراهی افتاده. همینطور در انعام آیه 115 است، انعام آیه سوره ششم هست، میگه کلام خدا به حد کمال رسیده، هیچ کس تبدیل و تغییر اون کلمات نتواند کرد. میخواید از روی اونو بخونیم؟ انعام هست، سوره ششم هست انعام، و آیه 115 رو من از روی کتاب برای شما میخونم. کلام خدای تو از روی راستی و عدالت به حد کمال رسید و هیچ کس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد و او خدای شنوا و دانا به گفتار و کردار خلق است. باز هم در مائده هست. اینو ولی من فقط بگم سه بار در بیشتر از سه بار، من فقط سه بارش الان اینجا دارم، سه بار در قرآن، من چون همیشه انگلیسیشو میخونم، سوره 6 آیه 115 رو که شما خوندید، سوره 10 آیه 64، سوره 18 آیه 27 تکرار میکنه هیچ کس کلام خدا رو نمیتونه عوض بکنه. نه فقط قرآن رو کسی نمیتونه تحریف کنه، عوض کنه ادعای قرآن، بلکه اگر تورات و انجیل هم از طرف خداست و کلام خداست، خود قرآن میگه کلام خدا رو کسی نمیتونه عوض بکنه و تغییر بده. اگه ممکنه رفرنس یه بار دیگه تکرار کنی، چون در واقع توی فرهنگ زبان انگلیسی نام سوره نمیاد. در فارس زبان ها بله، سوره 10 آیه 64 سوره یونس هست، آیه 64 و سوره 18 آیه 27 سوره 18 سوره کهف هست. آیه دیگه هست در سوره مائده، سوره پنجم هست، آیه 44 هست، ما تورات را که در آن هدایت و روشنی دل هاست فرستادیم تا پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودان حکم کنند و نیز خداشناسان و عالمانی که مأمور نگهبانی احکام کتاب خدا هستند بر صدق آن گواهی دادند. و الی آخر. اون سوره تو دوباره مائده برگشتی، سوره 5. بله. پس اونم که اون آیه که درباره انجیل هم هست توی همون 46 هست. من این رو براتون میخونم. و از پی اون رسولان عیسی پسر مریم رو فرستاده که تصدیق به درستی توراتی که در دست او داشت و انجیل را نیست بر او فرستادیم که در آن هدایت و روشنی دلها و تصدیق به درستی تورات و راهنمایی خلق و اندرز برای پرهیزکاران بود. و بعد من چون توی قرآن یوسف علیم سوره مائده آیه 50 ولی مال شما باید همون 47 این طورا باشه که میگه قوم اهل انجیل بر انجیل حکم بکنن، اینو نوشتیم با هم. بله 47 مال شما 47 مال یوسف علی من 50 ولی توی مال آقای قمشه‌ای و اهل انجیل باید بر آنچه خدا در آن کتاب فرستاده حکم کنند. این شروع آیه است. و هر کس به آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کسان فاسقان خواهند. پس خیلی داریم آیه های نگاه میکنیم که قرآن
البته شما نخوندید یه سری آیه هایی که درباره این که تورات از طرف خداست، البته یکیشو الان خوندی. بله. انجیل از طرف خداست. بله. سوره ششم میشه آیه 92 میگه تورات برای بنی اسرائیل و همه انسان. اوکی اوکی. یونس باب یونس سوره دهم هست آیه 94 95 هست، به محمد میگه هرگاه در شک هستی. اینو بخونیم. بله اجازه بدید من به یونس برم. یونس سوره دهم میشه آیات 94 و 95 رو میخونم. پس هرگاه شک و ریب از تو از آنچه به تو فرستادیم در دل داری، از پیشینیان خود علمای اهل کتاب بپرس که همانا این کتاب از جانب خدای تو آمده و ابدا در حقانیت آن نباید شکی در دل راه دهی. اوکی. و نباید هرگز از آنان که تکذیب آیات خدا کنند باشی که از زیانکاران عالم خواهی. اوکی. شد. یه آیه دیگه هم که سوره عنکبوت سوره 29 قرآن هست، اونم دوباره برامون بخون. نخوندی هنوز، اونم واسمون بخون. سوره عنکبوت سوره 29 آیه 46 رو من دارم. بله اینطوره. عنکبوت فرمود 46 و شما مسلمانان با یهود و نصاری و مجوس که اهل کتابن جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید. پس قرآن دستوره که با یهود و مسیحی و مجوس مجادله نکنید به غیر از به راه‌های نیکو. خب بله. مگر با ستمکاران از آنها و با اهل کتاب بگویید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شده و به کتاب آسمانی شما به همه ایمان آوردیم و خدای ما و شما یکیست و ما تسلیم و مطیع فرمان اوییم. پس ما به همه کتاب ها ایمان آوردیم، همش از طرف خداست، فرق بین این پیامبرا و کتبشون نمیذاریم، همشون رو هم قبول داریم. بله شک به اون نکنیم، هر کی شک بکنه از در زیانکارانه. و سوره 28 که سوره قصص هست آیه 43 میگه تورات موسی برای بصیرت رحمت و هدایت خلق فرستاده شده. همینطور بقره که سوره دوم هست آیه 75 میگه تورات کلام اللهه. بله. غافر که آیه سوره 40 هست آیه 53 میگه در مورد مقام هدایت موسی صحبت میکنه که خداوند میگه ما او را فرستادیم و او را بر این مقام گذاشتیم. انعام 115 که خوندم که کلام خدا تغییر و تبدیل در اون نیست. بله بله. پس بذار اینطوری، حالا قبل از اینکه وارد همون سوره مائده بشی میخوام که اینطوری دوباره خلاصه بندی کنیم، چون خیلی آیات زیاده. من چون همیشه با متون انگلیسی کار داشتم گفتم که از فارسی آقای قمشه‌ای بخونیم، البته ایشون هم فارسیش بعضی وقتا یه جاهایی یه چیزای اضافه میکنه که حالا بحثش رو میکنیم، ولی صحبتم این هست که عزیزان مسلمان این رو میدونن، یعنی که بارها و بارها قرآن تأیید میکنه تورات کلام خداست به موسی اومده، انجیل کلام خداست به مسیح اومده. البته ما مسیح عقیده نداریم که انجیل کتابیه که مسیح آورده، مسیح از خودش هیچ وقت کتابی نداشته، ولی ادعای قرآن رو داریم صحبت میکنیم که قرآن داره میگه که این کتب کتب آسمانیه که خدا به این پیامبران داده، این کتب رحمت خداست، هدایت خداست، برای آیه هست برای همه اینها. بله. رحمت خداست، هدایت خداست، نور خداست. بله. آیه هست که هیچ کس کلام خدا رو نمیتونه عوض کنه، نه فقط قرآن کسی نمیتونه عوض کنه، کلام خداست، کلام خدا رو هیچ انسانی نمیتونه توش تغییر بیاره. این آیات هست. آیات زیادی هست، من وارد آیاتش نمیخوام بشیم، ولی سوره 3 آیه 3، سوره 6 آیه 92 نمیخواد نگاه بکنیم. بله، فقط سوره ها رو بگیم. سوره 3 آیه 3، سوره آل عمران هست. اوکی. سوره پس آیه 3 سوره 3، سوره 6 آیه 92، انعام 92 میشه، سوره 10 آیه 37، یونس 37 میشه، و سوره 35 آیه 31. 35 فاطر هست. باقی آیه 31. تو تمام این آیات قرآن میگه که این کتاب قرآن اومده برای انگلیسیش میگه confirming، تایید بکنه. بله. کتبی که قبل از اون اومده، یعنی خود قرآن ادعا داره این کتاب در ادامه و تایید همون. بله. کتب آسمانیه. بله.
و پیغمبر هم دستور میده قرآن که فرقی هم نمیذاریم بین اینا، اینا همه یک پیغامه از طرف خدا و ما همشون رو باور میکنیم. دکتر ساسان، الان من به این نتیجه میرسم که تا زمانی که در واقع 40مین سال تولد محمد که روز مبعث است و سال مبعث هست و این آیات به مرور رسیده تا اون سال استنتاج من این هست که